هم دیده شود. بنابراین خود را حق مطلق نپنداریم و آنچه را که با فکر ما تفاوت دارد باطل نپنداریم. شاید این نگاه یکی از مهمترین دلیل تنش‌ها و درگیری‌های روابط داخلی و خارجی ما باشد. ساختار اداری کشور بگونه ایست که اختیارات در یک جا و مسئولیت‌ها در جای دیگری است. این امر موجب استکاک و کاهش شهدید بهره‌وری در اداری کشور گردیده است. اگر رئیس جمهوری ضعیف، مجلسی ناتوان، از انجام وظیفه نمیخواهیم، باید ساختار اداری کشور به طور شفاف به گونه دیگر طراحی شود. این گونه که پیش می رویم توان نظام اقتصادی روز به روز مستهلکتر و اعتماد عمومی کمتر و کمتر می گردد. کاهش اعتماد عمومی به دستاندرکاران اداره کشور قطعا حدی دارد. خدا نکند که از حد خود تجاوز نماید که دیگر قابل جبران نباشد. یکی از ارکان نظام جمهوریت آن است، به گونه‌ای که ارکان دیگر نیز به اتکای آرای عمومی استوار است. جا دارد برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی از مراجعه به آرای عمومی استفاده نماییم. در شأن نظام اسلامی نیست که ما هنوز نتوانستیم رفع حصر آقایان کروبی، موسوی، سرکار خانم رهنورد و رفع ممنوع تصویری آقای خاتمی و آزادی بسیاری از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی را حل نماییم. به هوش باشیم باندهای مافیایی پشت صحنه مؤسسات مالی، قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ مالی، بازار شدیداً آشفته ارز و سکه، خفه کردن در استخر، ناگهان کلیت نظام را به خفگی